بینندگان عزیز، همونطور که در مقدمه برنامه خدمتون عرض کردم، در این دقایق در اختیار در خدمت یکی از دانشجویان 18 تیر هستیم در اون دوران، و دانشجویی که بعدها از کشور مهاجرت به زندان میافته، بعد از کشور مهاجرت میکنه و تحصیلات خودش رو در رشته دندانپزشکی در اروپا به پایان میرسونه و مکنون در کشور بلژیک اقامت داره. اما به هر حال بعد از مدتی دور شدن از فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی، یک موضوع بسیار جالب و جدی او رو به فعالیت‌های سیاسی دوباره کشونده است تا به طور مستقل به هموطنان خودش در ایران در زمینه مسائلی که میتونه یاری بکنه. این دانشجوی 18 تیر که بعد از سرکوب 18 تیر به زندان میفته، کسی نیست جز خانم دکتر دریا صفایی که مهمان عزیز من هستند و از کشور بلژیک 48 ساعت پیش به آمریکا تشریف بردن. خانم دکتر، خیلی خوش آمدید. سپاسگزارم، ممنونم که دعوتم کردین و خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم خانم دکتر. خانم دکتر، یه مقدار از خودتون بگید، از کجا شروع کردید در دانشگاه تهران؟ چه رشته‌ای می‌خوندید؟ چطور شد با 18 تیر آشنا شدید؟ چه بر سرتون اومد؟ و خلاصه‌ای بفرمایید تا من بقیه برنامه رو با در خدمتتون باشم. خواهش می‌کنم. بله، اون زمانی که ما در ایران بودیم، سال 99 قیام 18 تیر که اتفاق افتاد، من دانشجوی سال آخر دندانپزشکی دانشگاه تهران بودم و زمانی بود که اون موقع قطع‌های زنجیره‌ای، بحران‌های حاکم بر کشور به شکلی پیش می‌رفت که سکوت دشوار شده بود برای همه، و در اون جمعیت من و همسرم بسیار فعالیت می‌کردیم در برای قیام دانشجویی، از ارگانیزاسیون‌هایی که تشکیل می‌دادیم در بین دانشجوها. و پس از اون بود که وقتی که سرکوب کردن قیام 18 تیر رو، من رو دستگیر کردن، همسرم متواری شد و من به مدت 24 روز در سلول انفرادی توحید بازداشت شدم. و پس از اون وقتی که از زندان به در آمدم، تصمیم گرفتم تحصیلم رو تموم کنم و متاسفانه برای همیشه از کشور خارج بشم و بتونم خدمتم رو به گونه دیگه ای به کشورم، وظایفم رو انجام بدم. چه مدت در زندان بودید؟ 24 روز من رو در سلول انفرادی نگه داشتن، ولی خب همونطور که میدونید حتی یک ساعتش هم دشواره، چون موقع صحبتایی بود که حتی اعدام ها و از این مسائل صحبت میکردن و اینکه هرگز آدم نمیدونست چند روز در زندان میمونه. تحمل جوش بسیار سنگین بود، رفتاری که با ما داشتن بسیار غیر قابل تحمل بود و اینکه هیچ کس نمیدونست کی به سر میاد این زندان. 24 روز. بله. بعد از 24 روز چطور شد آزادتون کردن؟ به قید وثیقه آزادم کردن و گفتن که دادگاهی دارم که باید تشکیل میشه، که من تصمیم گرفتم دیگه منتظر اون دادگاه نشم. بنابراین وثیقه رفت. بله، وثیقه رفت. بله. بعد به اروپا آمدید، در اروپا تحصیلاتون رو در دندانپزشکی ادامه دادید؟ بله. و من اون زمان که خارج شدم، مسلما چون تمام تلاشم رو در این زمینه کرده بودم، تصمیم گرفتم که رشتم رو ول نکنم، چون دلم میخواست همیشه یه دندانپزشک باشم و در این زمینه فعالیت‌های آیندم باشه. بخاطر همین تصمیم گرفتم رشتم رو ادامه بدم. یک سال بعد زبان رو میخوندم، چون که زبانشون کاملا حتی با انگلیسی هم هیچ شباهتی نداشت، و دو سال هم مجبور شدم که رشتم رو دوباره ادامه بدم و مدرکم رو دوباره. خب اخیرا چطور شد؟ رفتی تو دنیای خانواده و چند تا فرزند داری خانم شما؟ من دو تا فرزندم، که دقیقا یکی دختر بزرگم 13 سالشه و درست همزمان شد زایمانم، همزمان شد با آغاز تحصیلم توی دانشگاه در بروکسل، و اونجا دیگه متاسفانه درسم بسیار سنگین با یک زبان و یک فرهنگ بیگانه که اصلا خودش داستانی شناختنش، و خیلی فشار درس و کار روی من زیاد بود و
بدین گونه مدتی. یه فرزند دارین؟ نه من دو تا دارم. بعد از اینکه تحصیلم تموم شد پسرم که الان 7 سال و نیمشه به دنیا آمد. بله. بنابراین گرفتار زندگی خانوادگی و تحصیلی شدید نه؟ کاملا بله. خب چطور شد که دوباره یه دفعه سر از فعالیت‌های نمیخوام بگم سیاسی، فعالیت‌های اجتماعی در آوردید؟ معمولا آدمایی که وارد عرصه پزشکی میشن یا دندان پزشکی میشن اینا اینقدر گرفتار کار میشن و پول ساختن و در اروپا هم حتما همینجوریه و همه اینا که کمتر فرصت پیدا میکنن دوباره بیان وارد مسائل دوران دانشجوییشون بشن. همونطور که میگید کار مسئولیت زیادی داره، یعنی زمانی که وارد کار میشی با قسطی که از بانک میگیری برای راه انداختن کارت مسئولیت زندگی سنگینه، ولی من در تمام این مدت هیچ وقت جدا از ریشم، از کشورم، از مردمم نبودم. همیشه اخبار رو دنبال میکردم و وقتی که اخبار رو دنبال میکردم زمانی رسید که زمان روحانی بود، من دیدم که به صورت واهی یک امید خیلی واهی تو بسیار از هممیهنان من رنگ و ریشه گرفت و اونجا بود که چرا به صورت واهی؟ برای اینکه نتیجه‌اش رو دیدیم و این رو ما میدونستیم که از اول، من میدونستم، خیلی همون میدونستیم که این امید واهیه. چرا؟ چون در یک سیستم توتالیتر جمهوری اسلامی امکان اینکه کسی حتی اگر بخواد کاری انجام بده وجود نداره. مثلا فکر کنیم که آقای روحانی خیلی در صدد بود که کاری انجام بده، قدرت دست این آقا نبود. این امید واهی بود. ولی نتایجش چه بود برای ما ایرانی‌ها و برای ما زن‌ها به خصوص؟ با دنبال کردن این اخبار من هر چی گفتم نباید رأی داد، نباید شرکت کرد، خب خیلی‌ها عقاید دیگه‌ای داشتن. ولی پس از 2 سال بعد از اینکه آقای روحانی اومد سر کار، بیاییم مقایسه کنیم با گذشته که گذشته هم همچین خوب نبود. مثلا من دیگه نمیخوام راجع به اعدام ها حرف بزنم که چقدر دو برابر شد در زمانی که ایشون سر کار اومدن. من راجع به زن ها خیلی بررسی میکردم و خیلی، چون خودم یک زن هستم، یک ایرانی و یک زن، تصور کنید که در این 2 سالی که اومده سر کار آقای روحانی، بحث زنها در جامعه ما روز به روز داره به وضعیتشون روز به روز داره به قهقرا میره. به این شکل تصور کنید که ما در کشوری که زندگی میکنیم حدود 70% دانشجویانمون زن بودند قبل از اینکه ایشون بیان سر کار. وقتی که اومدن سر کار سهمیه بندی کردن دانشگاه ها رو به این شکل که گفتن درصد زنها بالا رفته، ما سهمیه بندی میکنیم، درصد زنها بیاد پایین. این سهمیه بندی رو پارسال برای رشته‌های پزشکی انجام دادند، یعنی گفتن سقف داره. بسیاری از رشته‌های دانشگاهی رو برای زنان برداشتن، گفتن این رشته‌ها فقط مردها شرکت می‌کنن، دیگه نمیتونن زن‌ها این رشته‌ها رو بخونن. اینها رفتارهای نوینی بود که با زن داشت توی جامعه ما میشد، در حالی که در دوران روحانی برای اولین بار داشت اتفاق میافتاد. برای اولین بار داشت اتفاق، در حالی که قبل از اون هم وضعیت زنها وضعیت درخشانی نبود. یک نگاه بکنیم به حق و حقوق زنها در قانون، حق ارث، حق طلاق، حق حضانت فرزند. قبل از اون بسیاری چیزها رو ما نداشتیم، ولی اینکه روحانی بیاد سر کار شروع بشه به این زنستیزی های از جمله طرز درس خونن، میزان اشتغال به کار، اشتغال به کار، ما یه آماری رو که من بررسی کردم زمانی که انقلاب شد ما 13% شاغل زن داشتیم. این میزان شاغل زن در منطقه بعد از اسرائیل دومین میزان بالای شاغل زن بود. پس از گذشت 37 سال ما الان به جایی رسیدیم که قبل از اینکه روحانی بیاد سر کار 12% شاغل زن داریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه شاغل زن بسیار کمتر شده و اگر در منطقه مقایسه کنیم با افغانستان و پاکستان که 16% و 24% شاغل زن دارن، به این نتیجه میرسیم که واقعا ما داریم به کجا میریم با رفتار به زنهامون در جامعه. و اینکه تا 2 سال پیش ما میتونستیم به ورزشگاه ها بریم، از 2 سال پیش تا کنون ما دیگه به ورزشگاه ها هم نمیتونیم بریم به عنوان یک زن، به والیبال، البته فوتبال رو که خیلی وقت بود از همون گرفته بودن،
یعنی از دو سال پیش والیبال هم ازتون گرفتن. از دو سال پیش قانون وضع کردن که زنها دیگه نمیتونن برن به ورزشگاه های والیبال و فدراسیون هم دیگه بلیت نفروخت به زنها. این در حالی که تا دو سال پیش که زنها میتونستن به ورزشگاه های والیبال برن، نزدیک به 60-70% ورزشگاه رو تشکیل میدادن. بسیار مرتب میرفتن، مرتب برمیگشتن. هیچ وقت هیچ مشکلی ایجاد نشد. ما داریم میبینیم، به وضوح میبینیم که اینها هدفی جز حاشیه نشین کردن زن در جامعه ندارند. یعنی کارهایی که میکنن فقط برای اینه که زن رو به حاشیه و به خانه ها بکشونن و اینکه به زن میگن که شما مسابقات رو از تلویزیون نگاه کنید و برای تیمتون دعا کنید. به نظر من ما زنان ایرانی از زنان شایسته جهان هستیم. چنین رفتاری یک تحقیر برای یک زن. تنها کشوری در جهان هستیم که زنانش نمیتونن به ورزشگاه برن. این چه چیزی رو میخواد، چه پیامی رو برای ما داره جز اینکه ما روز به روز داریم بدبخت‌تر میشیم و همینطور که خودتون شاهد بودین چند ماه پیش ماجرای اسید پاشی، ماجرای چاقو زدن به زنها. همطور نگاه میکنیم میبینیم چقدر افکار زن ستیزی داره در جامعه، در حکومت داره این افکار رو توسعه میده در حقیقت و این فرهنگ سازی داره میکنه. در حقیقت جمهوری اسلامی بنا شده بر آپارتاید جنسیتی، زن و مرد، آپارتاید مذهبی، مسلمان و غیر مسلمان. اینها چیزایی که اگر ازش بگیریم هویتش رو انگار ازش میگیریم. و من به نظر من، من به عنوان یک زن همیشه فکر میکردم سکوت کردن در برابر گرفتن حق نفس کشیدن من روا نیست و این رو خیلی از زنها و مردها فکر میکنن. طبیعتاً باید همدیگر رو پیدا کنیم که این اتفاقیه که داره میفته. اون زمان بود که من تصمیم گرفتم با تمام این بی‌عدالتی هایی که داره انجام میشه در جامعه، یعنی جمهوری اسلامی حکومتی ساخته که داره به این شکل فرهنگ سازی میکنه، تصمیم گرفتم اقداماتی انجام بدم برای اینکه بسیاری از مردم رو هوشیارتر بکنیم و اینکه در جهان بیان کنیم که ما چه زنهایی هستیم و چه رفتاری داره با ما میشه. چون اینها به دروغ اینگونه جلوه میدن که ما اینگونه، فرهنگمون اینگونه هست، در صورتی که هرگز مردها و زنهای ایرانی چنین فرهنگی ندارن که بگن زنهای ما باید در خانه بنشینند. اگر هم متاسفانه همچین فرهنگی رو به توسعه هست، دلیلش حمایتهاییه که جمهوری اسلامی، کارهاییه که اینها دارن میکنن. در کل در هر کشوری اگر کسی زن ستیز باشه، قانون باهاش برخورد میکنه. در این کشور قوانین زن ستیز هستند. مسلماً همه چیز داره فرهنگ سازی میکنه. خانم، شما اقدام که کردید، اشاره کردید به والیبال و محرومیت زنها از رفتن به ورزشگاه هایی که مسابقات والیبال برگزار میشه، سالن ها و زمین هایی که این مسابقات رو برگزار میکنن. چه کردید برای اینکه بتوانید این حق تضییع شده زنها رو به اونها برگردونید؟ آیا تنها حرکت کردید؟ تیمی با شما بوده؟ تا حالا به چه توفیق‌هایی رسیدید؟ امروز زنها میتونن برگردن و تماشا کنن مسابقات والیبال رو یا نه؟ بله، این اقداماتی که من کردم حقیقتاً از اونجای شروع شد که در یکی از سفرهام به ایتالیا دیدم که بهترین فرصته، چون تیم والیبال ایران تیم والیبال قویه. منم خیلی هم ورزش دوست دارم، هم خیلی علاقه من بودم که برم و والیبال رو تشویق بکنم. گفتم بهترین فرصته برای این که به دنیا بیان کنم که ما زنان ایرانی چگونه دوست داریم که وارد ورزشگاه ها بشیم و به ما این، از ما این حق رو گرفتن. اونجا بود که در سفر هم به ایتالیا یک چندین بنر ساختم که روش نوشته شده بود بگذارید زنها وارد ورزشگاه هایشان بشوند. این بنرهایی که دارن نشون میدن؟ بله، این سفر ایتالیای منه. همونطور که میبینید در این سفر انقدر از این بنرها استقبال شد که موقعی که مربی تیم ایتالیاس داشت مصاحبه میکرد، به من گفتن که با بنرم بیام پشت ایشون بایستم که بنر در تلویزیون ایتالیا دیده بشه. و من اونجا خطاب به آقای
آقای آریگراچا ازشون خواسته بودم که به ما زنهای ایرانی کمک کنن. آقای آریگراچا رئیس فدراسیون جهانی هستن، گفته بودم، خواهش کرده بودم که به ما کمک کنن که ما بتونیم وارد ورزشگاه هامون بشیم زنهای ایرانی. بسیار استقبال زیادی از فعالیت های ما در ایتالیا شد و من بودم و خانوادم، در حقیقت کس دیگه ای نبود و من اونجا تونستم با شورای شهر فلورانس گفتگویی داشته باشم که منجر به صدور بیانیه‌ای شد و حمایت خودشون رو اعلام کردن از اینکه زنها به ورزشگاه های ایران برند. پس از اون وقتی که برگشتم به بلژیک، خب طبیعتاً فعالیت هام رو شروع کرده بودم و ادامه دادم. تصمیم گرفتم با یک سری رئیس های فدراسیون های والیبال کشورهای مختلف نامه نگاری بکنم و موقعیت رو توضیح بدم. ایمیل هایی فرستادم براشون و در اون ایمیل ها بسیاری از اونها جواب دادن و بسیار مثبت برخورد کردن و به من وعده دادن که در اولین جلسه شون که در شهر توکیو بود این مسئله رو عنوان کنند که چرا زنهای ایران نمیتونن به ورزشگاه ها برن و چگونه باید با این مسئله برخورد کرد. اونجا بود که مسابقات لهستان در پیش بود و من تونستم با کمک رئیس فدراسیون والیبال بلژیک تونستم قراری بگیرم و برم تیم ملی بلژیک، والیبال بلژیک رو ببینم. فیلمی از اونها تهیه کردم و در اون فیلم اونها اعلام کردند که حمایت میکنن از ورود زنان به ورزشگاه ها. اون فیلم روی یوتیوب من، کانال یوتیوب من هست، که مربی تیم و بازیکن ها گفتند که بسیار راغب مشتاق هستند که روزی به نزدیکی زنها بتونن وارد ورزشگاه ها بشن. و پس از اون من ایمیلی دریافت کردم از اینکه میتونم قرار ملاقاتی بگیرم با رئیس، نایب رئیس فدراسیون جهانی والیبال. و اونجا بود که سفرهام به لهستان رو آغاز کردم، چون فکر میکنم اواسط ماه اوت بود که اولین سفرم به لهستان رو انجام دادم و تصمیم گرفتم در این سفر اعتراض زنهای ایرانی رو به این مطلب با چاپ تیشرت هایی که روی اون نوشته شده بود به انگلیسی بگذارید زنهای ایران، زنها وارد ورزشگاه هایشان بشن. من 100 تا از این تیشرت ها چاپ کردم و میتونم بگم در ظرف 5 دقیقه این تیشرت ها تمامش پخش شد بین آدمایی که اونجا بودن. همه استقبال میکردن، تعجب میکردن از اینکه چنین اتفاقی افتاده در ایران، سوال میکردند و این تیشرت ها رو با علاقه تن میکردند، عکس میگرفتند، خیلی استقبال کردند. و در اون سفر من چندین مصاحبه رسانه‌ای با هم انجام شد که از اون جمله پلسات لهستان بود، در تلویزیون پلسات از من مصاحبه کردند و در روزنامه گزتا ویبورچا که از معتبرترین روزنامه های لهستانه. پس از اون من خیلی مصاحبه های مختلفی، وقتی که برگشتم به بلژیک مصاحبه های مختلفی داشتم و از سفرهای بعدیم، دلیل سفر آخرم هم گذاشتم برای آزادی قنچه، چون درست 3 روز قبل از سفر دومم به لهستان خبر برادر قنچه قوامی اعلام کرد که خواهرش به دلیل اینکه میخواسته بره مسابقات رو ببینه در زندان به سر میبره. و اونجا بود که من تصمیم گرفتم مسئله قنچه رو رسانه‌ای کنم به چندین دلیلی، که اینکه به نظرم هر وقت مسئله زندانی بودن یک زندانی رسانه‌ای شده باشه، آسیب‌هایی که بهش میرسه کمتر میشه و اینکه اصلا دلیلی که ایشون زندان بودن یک دلیل بسیار غیر منطقی و اصلا قابل تصور نیست برای جهانیان که به همچین دلیلی، به این که میخوای وارد ورزشگاه بشی که حتی نذاشتن وارد ورزشگاه بشی، کسی رو بازداشت کنن در زندان به سر ببره. خیلی ناعادلانه بود. و اونجا هم من چندین مصاحبه با من انجام شد، تلویزیون لهستان، پس از اون در رسانه های مختلف مطالبی که راجع به زندانی بودن قنچه بیان کرده بودم انعکاس پیدا کرد به زبان های چینی، ژاپنی، عربی، از کشورهای گواتمالا، آمریکای جنوبی، همه جا این پیام ها رفته بود و به نوعی همه مردم انزجار خودشون رو اعلام میکنن از اینکه چنین چیزی
وجود داره که دختری در زندان به دلیل اینکه میخواسته بره مسابقات رو ببینه؟ اقداماتون بالاخره برای اینکه در ورزشگاه های والیبال رو، سالن های والیبال رو رو به زن ها باز کنن امروز به کجا کشیده؟ بله، همین مطلبی که بیان کردید، من یک دیدار داشتم با آقای بوریچیچ. آقای بوریچیچ در واقع نایب رئیس کل FIVB در لهستان. در لهستان من رفتم ایشون رو دیدم، به ایشون بیان کردم وضعیت کنونی ایران و زنهای ایرانی رو، اینکه زنها میخوان برن ورزشگاه، پشت درهای بسته ساعتها میایستن ولی کسی راشون نمیده. براشون ترجمه کردم یک سری مقاله هایی رو که در روزنامه های داخلی به دستم یعنی خود ایسنا و این سایت ها می نوشتن راجع به افشاردوست دابرزنی که چی چیزهایی میگن، که افشاردوست گفته بود ما باید این قوانین رو رعایت کنیم، چند تا زن میشونیم اونجا که بگیم اینها هستند و بقیه زنها استقبالی نکردن. من اینا رو براشون بیان کردم که اینگونه نیست. زمانی که بلیت بفروشن به زن و مرد، آقای افشاردوست رئیس فدراسیونه، آقای افشاردوست نه، داورزنی رئیس فدراسیونه، ولی آقای افشاردوست هم توی فدراسیون هستن و همیشه این صحبت‌هایی که می‌کردن می‌گفتن باید یه اقدام می‌کرد، چون امکان این که ما بگیم ما زن‌ها رو راه نمی‌دیم، مسابقات اینجوری برگزار نمی‌شه. و این ها نهایتاً به جایی رسید که روز اول نوامبر در جلسه ای که 210 نفر از رئیس های فدراسیون کل کشورها در اون حاضر بودند، آقای آری گراچا که رئیس کل فدراسیون هستش یک سخنرانی کردند مبنی بر اینکه ما نمیتونیم در کشوری مسابقات رو برگزار کنیم که در اون دختری در زندانه و زنها به ورزشگاه ها راه داده نمیشن. یعنی بیان کرد که مهمترین خواسته FIVB در این روز و در این ساعت حضور زنان در ورزشگاه والیبال ایران و آزادی غنچه قوامیه. این چیزی بود که گفت، یعنی گفت ما میزبانی رو از ایران میگیریم. در حقیقت مسابقات ماه می که برگزار خواهد شد در ایران، در هر صورت برگزار خواهد شد، چیزی که از قبل قرار بوده، آخرین فرصته براشون. یعنی اینجا فرصت ازشون گرفته میشه اگر زنها رو راه ندند. و اینکه بخوان بگن که زنها اونجا هستن، داخل هستن، چند تا خبرنگار بذارن یا چند تا کارمند فدراسیون رو اونجا بذارن فایده نداره، چون اینجا هستیم ما. من حتما با اینا تماس دارم، همچنان بهشون بیان میکنم که آیا بلیت فروخته میشه، آیا زنی هست که همچون یک ماه پیش که مسابقه بود من روی فیسبوکم هم گذاشتم، زنها پشت درهای بسته 4 ساعت ایستادن و اعتراض خودشون رو بیان کردن، حدود 40 نفر بودن. اینها مجبور شدن غنچه قوامی رو آزاد کنن. در هر صورت این کار رو کردن که خودش علامت بسیار مثبته برای اینکه روند رو به بهبوده. آقای داورزنی که رئیس فدراسیونه در مصاحبه مطبوعاتی بیان کرد که زنهای ما مشکلی برای ورود به ورزشگاه ها نداشتند، حقیقتا زنها داخل هستن، هنوز هم مشکلی ندارند. این مسئله بود که ایشون گفتن و در پی اون زنها دوباره به ورزشگاه رفتن ولی باز راه داده نشدند. چیزهایی که اینا میگن یک سری فرافکنی و دروغهاییه که من امیدوارم برای اینکه میزبانی رو برای همیشه ازمون نگیرن، چون خیلی حیفه که ایران با داشتن چنین تیم قوی از درجه 1 به درجه 2 یعنی فقط دیگه نتونه میزبان باشه. و ما فرصت زیاد نداریم، تا ماه می فرصت هست برای اینکه شرایط رو به گونه‌ای فراهم کنن که زنهای ما بتونن داخل برن. و من الان کمپینی دارم که این کارها رو دنبال میکنه و حتما ما دنبال این مسائل هستیم. زنهای ایران پشت درهای بسته به معنی اینه که زن راه داده نشده. این آقای داورزنی که میگه زنها مشکلی برای حضور یک زن یا دو زن خبرنگار در ورزشگاه به معنی حضور زنان نیست. ما 70% ورزشگاه رو تشکیل دادیم تا 2 سال پیش و همچنان علاقه مندن زنهای ما که برن داخل ورزشگاه. اینا نکته هایی که ما زیر نظر داریم و زنهای ایرانی هم حقیقتا بسیار، جنبش زنان ایرانی جنبشی که از اول انقلاب تا کنون زنده مونده و حقیقتا پاشنه آشیل این نظام زن ستیزه، حقیقتا باید همیشه زنده بمونه، که همچنان زنده هست، چون زنان ما بیدلیل باهاشون ستیز میشه. حضور ما در ورزشگاه ها چیزی که باید به ما داده بشه، حق طبیعی ماست که از ما گرفته شده. این حرکتی که جناب علی توش
شرکت داشتید، همین در مورد حتی قنچه قوامی، البته قنچه قوامی یه دفعه مسئله خیلی بزرگ شد، یعنی مسئله به جایی رسید از نظر رسانه این که باید نظام جمهوری اسلامی جوابی براش پیدا میکرد. بدون تردید سهم شما هم سهم مشخصی در این ماجرا هست و نقشی که ایفا کردید. یک نکته رو به نظر من میرسونه که برای انجام فعالیت مؤثر توسط ما ایرانی ها در غیاب بسیاری از سازمان ها و گروه هایی که میتونن این نوع فعالیت ها رو انجام بدن، نقش تک تک ما بسیار مهمه. یعنی شما به عنوان یک خانم دندانپزشک با شوهر دندانپزشکتون قاعدتاً زندگی طبیعی خودتون رو میتونید داشته میتونستید داشته باشید و قاطی ماجرا نشید. همین سفرها، همین حرکتها هم متضمن خرجه، هم متضمن گذاشتن انرژی هست، ولی نشون میده که تک تک ماها میتونیم اثرگذار باشیم. یعنی اگر حضور پیدا کنیم و این مسئولیت رو حس بکنیم، این باعث خوشحالیه. به شما تبریک میگم به خاطر همه تلاشایی که کردید. امیدوارم که موفق باشید و امیدوارم که این حالت موردی نداشته باشه. پیشه پرمشغله دندانپزشکی به شما اجازه بده که کماکان بخشی از وقت خودتون رو صرف هموطنان خودتون بکنید. اشاره کردید شما به وضعیت زنها در ایران. از زمانی که از ایران خارج شدید که به ایران دیگه برنگشتید؟ هرگز نه، من نتونستم. یعنی در حقیقت یک بار برگشتم که من رو 2 ماه نگه داشتن، پاسپورتم رو ازم گرفتن و پس از اون دادگاه من رو میخواستن تشکیل بدن و اینقدر آزار روحی روانیم دادن، من دیگه پس از اون هیچ وقت برنگشتم. بعد از اینکه تونستم دیگه بیام بیرون، دیگه هیچ وقت برنگشتم اونجا و الانم که اصلا نمیتونم برگردم. چند سال از ایران دورید؟ من حقیقتا از زمانی که خارج شدم فقط تونستم یک بار برم که اون هم باز هم با آزار و اذیت‌هاشون، با اینکه توی ساختمون سنگی برای من ملاقات می‌ذاشتن، می‌گفتن خب الان با کی معاشرت داری، با کی معاشرت نداری، دادگاه، و بسیار بسیار سنگین بود برای من. و در حقیقت هیچ وقت پس از اون نتونستم دیگه برگردم. الانم که دیگه نمیتونم برگردم. اون حدوداً 5 سال پس از اون بود که من ایران رو ترک کرده بودم. به پرسش که از حضورتون الان دارم این است که وضعیت گروه ها و فعالان سیاسی در اروپا چگونه است، یا گروه های حقوق بشری در اروپا چگونه است؟ چقدر این صداها بلنده؟ بله، ببینید، همونطوری که شما گفتید، من این خیلی دوست دارم که همه هممیهنانم این رو بدونن. حقیقتا وضعیت حقوق بشر و این مسائل در اروپا برای ایران، ببینید، هیچ کس به اندازه خودمون فکر خودمون نیست. یعنی هیچ کس به اندازه خودمون درد خودمون رو نمیدونه. و همونطور که میبینیم اپوزیسیون همیشه سعی میکنه فعال باشه، ولی بستگی داره که چقدر موفق باشه که پررنگ کنه این نشان دادن مشکلات رو، یا نتونه در این زمینه کاری بکنه. من همونطور که شما گفتید، من فکر میکنم صدای تک تکمون خیلی مهمتر، و اون کاری رو که خودمون میتونیم بکنیم رو خودمون باید بکنیم. حقیقتا من چیز خیلی درخشان و خیلی بتونم بگم اثر گذار باشه واقعا نتونستم در این مدت ببینم اونجا. یکی از دلایل این که من فکر میکنم خودمون باید کارهای خودمون رو پیش ببریم همینه که من فکر میکنم ما خودمون میتونیم صدای رساتری باشیم. من چیز خاصی اونجا نتونستم پیدا کنم که بگم یک پیروزی بسیار دستی که در مدت بسیار کوتاهی، فقط با اینکه بهشون تفهیم کنی که این حق طبیعی و ابتدایی منه، هیچ مغایرتی با هیچ چیزی تا 2 سال پیش حتی تو نظام خودتون هم نداشته، ما تونستیم تا اونجایی پیش ببریم که فدراسیون جهانی بهشون حکم کنه اینجا اگر زنا رو راه ندین ما دیگه شما رو محروم میکنیم. من فکر میکنم یک اقداماتی از این طریق میتونه خیلی مؤثر باشه. و حقیقتا مبارزات مدنی باید همیشه زنده بمونن. این چیزی که بعضن در فشار داخل فراموش شده یا سخت انجامش برای خیلی ها،
ولی من فقط میخوام یک پیامی رو برسونم، این که مبارزات مدنی باید زنده بمونن، جنبش زنان باید زنده بمونه. اینها چیزهایی هستن که اگر ما نتونیم اعتراضات حق طبیعیمون رو نتونیم بخوایم، مسائل بسیار پیچیده تر میشه برای آیندگانمون و ما از هیچ وقت نباید سکوت کنیم در برابر یک چیزی که از ما میگیرن، یک حق از دست داده، یک چیز از دست داده است که ما نباید نگاهش کنیم. اینکه بقیه چه کاری میکنن باید در موازاتش دنبال کنیم، حمایت کنیم از کسانی که در این زمینه زحمت میکشن، ولی هیچ وقت به چشممون به دست کسی نباشه. همیشه خودمون اون چیزی رو که فکر میکنیم درسته انجام بدیم و پیش بریم. این مهمترین نکته است. در توضیحاتی که میفرمودید به موقعیت زنها از نظر تحصیلی، ورود به دانشگاه ها، سهم عمده شون در دانشگاه ها اشاره کردید و محدودیت هایی که سیستم به وجود داره میاره. به نظر من میرسه شما دارید میفرمایید که زنها بدون اینکه سازماندهی داشته باشن، خود وجود خود زن بودنشون به صورت این نیروی در آمده که بالقوه جمهوری اسلامی از همون ابتدا با حضور و وجود و هستیشون در تضاده. درسته، کاملا. اگر شما دقت کنین سال 1357 که انقلاب به ثمر رسید، اولین کاری که کردن، هنوز نه مجلسی تشکیل شده بود نه هیچ چیز، قانون خانواده، حمایت از خانواده رو سریع برداشتند. اونجا اعلام جنگ خودشون رو با زنها یعنی اولین جایی اعلام کردن، دقیقاً اعلام کردن که زن برای ما موجودیت مهمی نیست، چیز با ارزشی نیست و حتی اعلام کردن که ستیز دارند باهاش. و اگر دقت کنیم از همون روزهای اول اینطوری نبود که به یک گروه سیاسی خاصی این جنبش تعلق داشته باشه. زنان ما به خیابان ها آمدن علیه اعتراض به حجاب اجباری، اعتراض به برداشتن این قوانین. این زنهای ما هستند که این ستیز رو دریافتند و دست و پا میزنند، تکاپو میکنند برای اینکه ادامه حیات بدن، برای اینکه هر چی باشه، درسته هر جوری از ما بخوان در بیارن، ما زنهایی داریم که بسیار توانا هستند، نشون دهونشون که تحصیلات علاقمند هستن، همیشه شرکت در رشته‌های دانشگاهی رو دنبال کردن. بسیار زنهایی هستن که آدمای باهوشی هستن تو دنیا. اگر بهشون نگاه کنیم ببینیم چگونه وقتی که امکانات دارن به چه رتبه‌هایی میرسن. این درست نیست، رفتاری که با زنهای ما شده. ناخودآگاه زنها رو با جمهوری اسلامی در تضاد هم گذاشته، چون حقیقتا هویتشون به اینه که زن ستیز باشن. اگر زن ستیز نباشن، یعنی این آپارتاید جنسیتی که میکنن، آپارتاید مذهبی که میکنن و عدم جدایی دین از دولت، اینا چیزهایی که اینا بهش اساسشون بر اونجاست. اگر زمانی اینها اینا رو از دست بدن دیگه جمهوری اسلامی نیستن. از این بابته که باید زن ستیز باشن، از این بابته که غیر مسلمان هیچ ارزشی نداره تو کشور ما و از این بابته که هیچ وقت دین از دولت جدا نمیشه. یه نکته ای که خانم دکتر برای من مسئله است این است که در تاریخ ایران، در 150 سال 200 سال اخیر ایران وقتی نگاه فرمایید میبینید که در دوران قاجاریه خب زن دربار و حقوق خیلی زیادی بر زنان متصور نیست. جمهوری اسلامی هم که میاد اولین تلاشاش برای به عقب روندن زن هاست. همونطور که فرمودید لایحه، تازه لایحه حمایت از خانواده، یه لایحه ای بود که بخشی از حقوق رو به زن ها میداد، چون به هر حال نمیتونست خیلی انقلابی باشه ولی قانون پیشرفته ای بود نسبت به شرایط قبلش و زن باید گواهی عدم سازش از دادگاه رو یا شوهر باید میگرفت و بعد میرفت امر طلاق انجام میشد. همین گواهی عدم سازش گرفتن بین زن و شوهر خب یه مسئله بسیار اساسی بود که حقوق شوهر رو محدود میکرد و حقوقی رو برای زن قائل میشد. این رو هم نتونستن اینها تحمل کنن و همونطور که فرمودید به عنوان اولین اقدام آمدن و این رو برداشتن از وسط. اما یه اتفاقی افتاد در این فاصله، این دوتا نظام، ما یه نظام دیگری در کشور داشتیم 57 سال حاکمیت داشت، اون هم نظام به صلاح پادشاهی ایران بود در دوران پهلوی، دو پهلوی پدر و پسر، که پایه بسیاری از این
حقوق و تغییر جهت در مورد زنان در این پنجره 57 سال گذشته شد. شما آیا فکر نمی‌کنید اون اقدام در اون دوران چقدر در ایجاد این هسته‌های مقاومت امروزین مؤثر بود؟ یعنی ما نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در کشورهای اروپایی، ببخشید در کشورهای دیگه خاورمیانه، زنها از چنین قدرت مقاومتی برخوردار نبودند. البته یه اتفاق هم افتاد. وقتی که حاکمیت جمهوری اسلامی آمد، حضور زن رو به نحوی اونجور که خودشون فکر میکردن در جامعه به صورت بیشتر مشروعیت بخشیدن. چون حاکمیت حاکمیت اسلامی بود، خانواده‌های مذهبی دیگه با حضور زنها در جامعه مخالف نبودن. این هم کمک کرد. نظرتون چیه؟ یعنی این هسته مقاومت قوی زنان ایران تا چقدر مرهون اون دورانه، پایش گذاشته شده و تا چقدر از دنیای امروز در واقع داره مایه میگیره و زنها سعی میکنن همپایه دوران مدرن قرن 21 جلو بیان؟ بله، حقیقتا من تصورم بر اینه که اقداماتی که در دوران پهلوی انجام شد اقداماتی بودن که بسیار برای آوردن زن به جامعه ثمر بخش بودن. اگر ما نگاه کنیم که رضا شاه زمانی که کشف حجاب کرد، بگذاریم از اینکه بسیاری آدم ها مخالف هستن بسیاری موافق هستن، ولی تصور این که اون دوران حتی زن مدرسه نمیتونست بره و کاری رو که رضا شاه میکرد برای این بود که زنهای ما بتونن در جامعه حضور پیدا کنن. چرا؟ چون که زمانی که حالت سلطه بر زن رو بدی دست مردها بدون اینکه قانون حمایتی از زن بکنه، در یک سری جوامع یا شاید اصلا در ذات انسان ها این گونه باشه، زمانی که سلطه رو بدی دست اونها دشواره که اون انسان رو از زیر سلطه به تنهایی بخوای در بیاری، ولی زمانی که قانون بکنی یک مسئله رو، اونجا میتونی آدمی رو که سلطه گری میکنه با قانون مواجه کنی. و این کاری بود که اون زمان سعی میشد انجام بشه، یعنی با قوانین سعی میکردن زن رو حمایت کنن، گرچه به خاطر اینکه ما در دوران قاجار بسیاری مشکلات دیگه ای داشتیم، گرچه جامعه ممکن بود 100% این رو پذیرا نباشه، ولی راه دیگری هم نیست. در جوامع این گونه باید زن رو حمایت کنن قانونن تا زن بتونه آینده ای رو برای خودش بسازه و آرام آرام به پیشروی هایی برسه که ما خلبان زن داشتیم در زمان آخر این دوران و زن میتونه شکوفایی هایی رو ببینه که شاید هرگز در زیر یک نقاب یا زیر یک چادر نتونه به اون سطح پیشرفت کنه. و این خیلی مهم بود برای من. میتونم بگم اگر نگاه کنیم که در زمان قاجار به کجا رسیده بودیم، در زمان پهلوی کمک های قانونی، حمایت های قانونی از زنان کمک میکرد به اینکه زنها شکوفا بشن. و من تصور میکنم گذشته از اون، ما ایرانی ها یه فرهنگ بسیار والایی داریم که بسیار متفاوته از خیلی از کشورهای همسایه، و اون اینکه ایرانی بودن خودمون رو همچنان نگه داشتیم و در دیدگاه ما به هر صورت خیلی از مردها و زنهای ما پذیرای همچین سلطه مرد بر زن نیستن. حتی اگر که متاسفانه مشاهده میشه که این اتفاق در جامعه به صورت معمول الان داره میفته که مردها از قانون سوء استفاده میتونن بکنن، ولی فرهنگن همچنان سطح فرهنگیمون رو در حدی نگه داشتیم که همچنان با استبداد علیه زنها بسیاریمون مخالفیم و این جمهوری اسلامیه که در حال حاضر ما رو محدود میکنه. نه تنها حمایت قانونی از زنهای ما نمیکنه، بلکه حمایت قانونی از مردهایی میکنه که سلطه‌گریشون رو به حد به اوج میرسونند. در واقع جمهوری اسلامی امروز مهمترین و مشکلترین صدی که برای اجرای قوانین خودش باش مواجه هست زن ایرانی است. در حقیقت واقعا به معنای واقعی من میتونم بگم زنان ایرانی نقش بسیار بسیار مهمی دارند و من فکر میکنم خیلی هاشون میدونن از این نقش آگاهی دارن، خیلی هاشون باید بیشتر به خودشون مطمئن باشن. ما حق زندگی کردن داریم و باید این حق رو پس بگیریم. از حضور شما سپاسگزارم و بسیار خوشحالم که فرصت این گفتگو رو در اختیارم گذاشتید. سپاسگزارم. خیلی متشکرم. با کمال میل. خیلی ممنون. روز شاد.